به نام خدا رازق شهیدان و حامی آزادگان. خداوند را سپاس گذارم و بسیار خوشحالم که امروز میبینم در 26 سال روز شهادت رهبر شهید، یکی از خواستهای آرمانی رهبر و پدر ما تحقق می‌یابد و در حال شکوفایی و فراگیری است. چنان که امروز جمعی از فرهیختگان، منورین، دردمندان آگاه و عزتمند هزاره های اهل سنت ما و برادران شیعه اسماعیلیه و اثناعشری کشور در کنار هم و با درک و خودیابی بیش از پیش این محفل پرکیفیت، ارزشمند، معنوی و نمونه را نورافشان کردند و پیام آور سعادتمندی، خودباوری، خودشناسی، همدردی و برادری شدند. درود خدا به شما و سلام بر بانیان و برگزار کنندگان این مراسم و شما سروران و بزرگان که به امر خدایی وحدت، خودشناسی، انسان پروری و بالندگیتان، آن هم پس از سالهای حرام و سیاه که با ددمنشان صفاک و جاهلان اکثرا عمال بیگانه که در کشور عزیز ما رقم خورده بود، اکنون به سوی توحید، برادری و انسان محوری گام برداشته اید. رهبر شهید همیشه روی وحدت ملیت ها تاکید داشت و اصل برادری را هم با برابری میسر می دانست که هزاره بودن جرم نباشد. ما افتخار می کنیم که هزاره ایم و ما را خداوند متعال هزاره آفریده، همانطور که اقوام دیگر را نیز خلق کرده، که فضیلت ها به خوبی هاست. رهبر شهید می گفت اگر ظلم و تعصب و جهالت های حاکم برداشته شود، در سطح کشور حتی هزاره ها اکثریتند. از بدخشان تا قندوز و تخار، از مشرقی تا بلخ و غور و از بامیان تا به حرات و افسانقات کشور، واقعاً که در چند صد سال اخیر یک ملت بزرگ با فرهنگ، مدنیت و تاریخ چنان در تاخت و تازهای بیگانگان و حاکمان قوم سالار وطنی گم و به خاطر مظلومیتش از خود منکر و مظلومانه پنهان شدند که دیگر یافتن ریشه ها و پیوند ها بعید بود. اما حتی ظلم و ستم ها هم نتوانست مانع احیا شدن مجدد شریان ها، رگ ها و ریشه های این مظلومین شود که هنوز هم برخی از برادران ما در مرکز جلال آباد، ولسوالی های بهسود و سرخ رود به درستی نمی دانند چه شده که در خانه و محل زندگی دری تکلم می کنند. فقط می گویند میراث و رواج پدری است و همینطور در اکثر نقاط کشور که داستان مفصل دارد و شما نیز بهتر می دانید. و امروز نیز شاهد هستیم که ذهنهای کور و متعصب همچنان در حال شکستن، تقسیم کردن و کوچک کردن اقوام به قبیله و عشیره هستند تا خود را فراتر از آنچه که هست وهمگونه و متقلبانه بزرگ و غالب نشان دهند، غافل از این که ریشه های مردم ما چنان یک پیوند ناگسستنی دارد که هیچ کورمغز متعصب متقلب نمیتواند این قوم و این ملت را از یک دیگر جدا کند، همانطور که پدران این فاشیستان و کورمغزان نتوانستند. اینها هم نمیتوانند و نخواهند توانست که ما را از یک دیگر جدا کنند. این حق ماست،
این حق ماست که خود را بهتر بشناسیم و برای بهتر شناختن خود بیشتر تلاش کنیم. انشاءالله حقیقتها و خودشناسیها در فضای امن و آزادی روشنتر خواهد شد. دیگر دوران تباهی و جهل و ظلم وقتش گذشته است و باید به ارزشهایی که خداوند برای ما داده، همچو اصالت ها و مسئولیت های اجتماعی انسانی و ملی خود فکر کنیم. راه رهایی و نجات نه تنها قبیله و قوم خود، که راه سعادت و کامیابی تمام اقوام با هم برابر و برادر کشور خود را در کنار یک دیگر جستجو کرده و به آن برسیم. و من الله توفیق، زینب مزاری.